اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. عطرت از هر کوچه شهر سفر می نشیند در شبستان تنم، چون سحر سر می زند در چشم من، باز می بینم که خیش خود منم. می گشایم چشم بر سودای دل، بی خبر از شام بی فردای دل. باز می خوانم بخارا شاد سی، میرزی تو میهمان آید همین. چون رسیدم دستهایت باز بود، بر لبانت خنده آغاز بود. در تنین نغمه های نغز تو یک بغل خورشید در پرواز بود. مولیان چشم تو سرشار شب، آسمان شرقی پربار شب. می زدی چون چنگ در آوازها، می شنیدم پرده پرده سازها. زان که می گفت از سراب این سفر بوی جوی مولیان آید همین. ساربان من چرا محمل بداشت، از صباح رفتنم غافل گذاشت. هیچ کس تو را نگفت آواز ده، کین مسافر حایلی جز دل نداشت. من که با دل شوق رفتن داشتم، صد هزاران قصه گفتن داشتم. از چه اینجا ماندم شام دگر، من که در فرغانه خفتن داشتم. این چه افسونیست شهر رازها، ای بخارا چشمه آوازها. کین چنین خار مغیلان سفر، پیش پایم پرنیان آید همی. حلقه های بندگی بر پیکرم، چتر اهل و خانه بر بام و سرم. باز بی پرواتر از پروانه ها، شعرخوانان سوی آتش می روم. مرد دل خاکستر بیسوز کو، مرد از کف داده دیروز کو. این که می بینی نه من سودایی است، شاعر بی واژه هر روز کو. باز هم انگار جادو کرده. شهر دل پر نور از او کرده، گویی در شهر دل باری دگر ماه سوی آسمان آید همین. شهر با من میزبانی آشناست، وین همان لعل بدخشانی ماست. باز کن باری دیگر آغوش خیش، کمشب اینجا عشق مهمان شماست. آمدستم کوله بارم وا کنم، شعرهایم جملگی سودا کنم. بوسه ها گیرم به خاکت سر نهم، در کنارت خیش را پیدا کنم. من شنیدم بانگ بازار از دور، نغمه های دلنشین شهر نور. آی شاعر، باز هم در کوی دوست یاد یار مهربان آید همین. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه دوم ژانویه، دومین روز از سال 2017، 13 دی ماه به شما سلام میکنه. تصویری که پشت سر من ببینید کاخ سلطنتی رامسره.
کاخی که رضا شاه با اندک هزینه ای ساخت و بعدن هم خوب نگرش داشتن مرتب شد. خب حالا شنیدم رهبر جمهوری اسلامی گهگاه برای استراحت به اونجا میره. ساختمانی گذاشت پایدار ماند، بانک ملی ماند، ساختمان وزارت دارایی ماند، وزارت دادگستری ماند، هر جا رو ساخت، راه آهن باقی ماند، جاده پهلوی باقی ماند، حالا شد ولیعصر. تو شهرهای دیگه هم همینطور. آدمایی هستن از خودشون اثر میذارن. روز جمعه سال روز درگذشت مرد بزرگ بود، مهندس کریم سایی. خیلی هم ناکام بود در سقوط هواپیما درگذشت. یه پارک برای ما درست کرد تو تهران. یادم از اون وقتا که تلویزیون ثابت تازه اومده بود کانال 3، وقتی میرفتیم اونجا تو برنامه آقای متوجه و مسابقه بلنداکس و 64 هزار ریالی، عجب روزگاری بود. عجب. با دکتر سعید محمودی نازنین، استاد بزرگوار سوئد، دیپلمات سرپرجسته سابق، اونا یه گروه داشتن، ما یه گروه داشتیم. بعد تو 64 هزار ریالی من و مهرداد اوستا، اون نازنین شاعر بزرگ، یادش گرامی و روانش شاد، تو مسابقه بچه بودم 14-15 سالم، من تاریخ بودم اون ادبیات بود، و آقای متوجه سوال میکرد ازم پایدار باشم. از اون بالا اون وقت پارک سایی رو میدیدیم. سایی فامیل مرحوم پوروالی هم بود و از این طریق ما با خانوادهش آشنا شدیم. دخترش که خاطراتی داشت میخواست چاپ بکنه، فرزندانش و آدمی که نام خودشو گذاشت، مهام شهردار تهران، نام خودشو گذاشت. خیلی جالبه اینا. معیرالممالک نام خودشو گذاشت، بازارچه معیر، حمام معیر، حالا همه ساختمون شده رفته، ولی در تهران صاحب هویت بود. مصطفی الممالک و ونک، با آقای توتی که میرفتیم توت میخوردیم، همه مال مصطفی بود. فرمان فرما، آبی که به تهران جاری بود، قنات فرمان فرما. امیریه، چرا امیریه؟ کامران میرزا نایب سلطنه، پسر ناصرالدین شاه، حاکم تهران و نایب السلطنه، وزیر جنگ. اینا آدم های ماندگارن، جای خودشون رو میذارن و پایدار میمانن. خب اول سال من بذارین چند تا پیشبینی بکنم و چند تا از گذشته بگم. اولین برنامه ایست که ما در سال نو داریم برای شما اجرا میکنیم. اولا یه نکته بسیار مهمی رو خدمت شما بگم. آقای ولادیمیر پوتین روز جمعه به همه ما یه درس بزرگ داد. آقای اوباما حقم داره، 35 تا دیپلمات روسو بیرون کنه، میگه اینا کار جاسوسی میکردن، تو انتخابات دخالت کردن. ضربه شکست برای خانم کلینتون و حزب دموکرات اینقدر سنگینی که ادامه خواهد داشت. بسیار خوب. اما دو هفته مونده آقا، سه هفته مونده تو بری، این کار رو وقتی انجام دادی همه میگن آه نگاه کن، روسا سوریه رو بردن دستشونه، این انتقامیست که آقای اوباما داره میگیره. خب 35 دیپلمات رو بیرون کردی، 4 ماه دیگه بر میگردن. آقای پوتین هم میتونست مقابله به مصر کنه، حتی لاوروف روی این مسئله اعلام کرد ما هم مقابله به مصر میکنیم. پوتین گفت نه، هر زمان میشه اونا رو بیرون کرد، اما وقتی بیرون کردی برای باز آمدنشون یه سلسله، یه پروسیجری باید طی بشه، فعل و انفعالاتی باید صورت بگیره، گفتگوهایی باید انجام بشه. چند ساعتی پوتین با وزرای دفاع و خارجش و دبیر شورای امنیت ملیش گفتگو کرد و نخست وزیرش آقای مدویدوف جلسه گذاشت و به این نتیجه رسید که حالا من بیرونشون نمی کنم، شمشیر داموکلس رو نگه میدارم اون بالا، هم بیرونشون نمی کنم، چون امیدوارم ترامپ آدم منطقی باشه، حرف منو بفهم. خیلی مهم بود. به نظر من هر چه بیشتر میریم جلو، خردمندی و
پرگماتیسم پوتینی برامون روشن‌تر میشه. یه جایی که داره طوفان میاد سرشو میره پایین. ردشه. یه جایی که باید قاطعیت نشون بده نشون میده. حالا براتون میگم. از دوستان اپوزیسیون سوریه شنیدم. مذاکراتی که خیلی کوتاه در آستانه بود قزاقستان و بعد منتقل به ترکیه شد. ترک‌ها میگفتن آقا دو چیز برای ما در سوریه خط قرمز. به معنای دیگه دو چیز هست که یک چیز باید اتفاق بیفته و یک چیز نباید اتفاق بیفته. آن چیزی که باید اتفاق بیفته خروج بشار اسد از قدرت. حالا شما روسا میگین ما هم حرفی نداریم ولی حالا باید باشه در دولت ائتلافی بمونه. خب اب نداره، ما هم طاقت داریم تحمل میکنیم. نکته دوم در مورد کردهاست. ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد یک کیانی مثل اقلیم کردستان در شمال عراق در سوریه ایجاد بشه، چون وضع ژئوپلیتیک طوری است، به مرزها نگاه کنید، به گونه است که اگر چنین جایی ایجاد بشه یه طرف پیوند با کردستان عراق داره، بلا فاصله تبدیل به یه مثلث میشه و کردهای ترکیه هم 20 میلیون نفرن میپیوندن و یک مسئله اساسی برای اون پیش میاد. چرا جمهوری اسلامی خیلی نگران نیست؟ چون اگه دقت بکنید جمهوری اسلامی با اقلیم، با اون بخشش که سلیمانیه باشه تحت سلطه اتحادیه میهنی، پیوند استراتژیک داره، اتاق خواب مشترک دارن، پس نگران نیست که از اونجا کردهای ایران بخوان به کردهای عراق وصل بشن، چون میدونه کردهای عراق چنین چیزی رو انجام نخواهند داد. ولی در مورد ترکیه و سوریه فرق میکنه. ترکای سوریه الان در یه موقعیت خاصن، امریکا ازشون حمایت میکنه. چرا ترکا اینقدر عصبانی هستند دست امریکا؟ متهمش میکنن که توی کار گولن حمایت میکنه، از تروریستا حمایت میکنه، حتی میگن داعش رو حمایت میکنه. چرا عصبانی هستند از این ماجرا؟ که امریکا داره به کردها کمک میکنه، نه تنها کمک میکنه بلکه نیروهایی رم اوورده که از گروه های عرب لیبرال و آزادی خواه که اینا هم با کردها همکاری بکنن. همون حزب دموکرات کردستان سوریه و اتحادیه دموکرات آقای مسلم، اینا برای ترکیه یک خطر بزرگ. حالا در گفتگو با روسا میگن آقا جان ما مرزهامون رو سکیور میکنیم، ما یک شریط یا یک دالان مرزی درست میکنیم، در این دالان مرزی نمیذاریم کردها بیان جلوتر و این دالان رو به نیروهای خودی میدیم. کیا؟ ارتش آزاد، احرار شام، اینا که با ترکیه در ارتباط نزدیکن. میگه این شریط رو ما میدیم به اینا، پس 400 کیلومتر خیالمون راحته که کردا خطری ما رو برای ما تهدید میکنن. اون طرف چی کار میکنن اب نداره. از کوبانی هم این طرفتر نباید بیان. روسا بررسی میکنن، بالا پایی میکنن، میگن اوکی. در مقابل چی؟ در مقابل اینه که شما جبهه نصرت و گروه های اسلامی دیگه که از شما اسلحه میگیرن و کمک میگیرن باید این آتش بس رو قبول کنن. آتش بسی که سر تا سری است. 50,000 نفر در سوریه دارن می جنگن علیه دولت اسد. از این 50,000 نفر 4-5,000 تا داعشی هن، 10-15,000 نفر جبهه نصرت هن. حالا جبهه شام هرچی اسمشو میخواییم بزنیم. بقیه ارتش آزاد و گروه های کوچک محلی هستن. گفتن دو هدف در این آتش بس مسئول از آتش نیست. این دو هدف داعش و جبهه نصرته. به معنای دیگه ترکا دست از جبهه نصرت برداشتن. دولت عظمای قطر هم ناچار شده برداره، چون بند نافش به آنکارا وصله.
حالا خودشون که رقمی نیستن و پول دارن، ولی اونجا با ترکا ناچارن رعایت کنن، چون هزینه اخوان المسلمین مصر رو که تو ترکیه، خب قطری ها میدن، ترکا هم نصفشو میذارن جیبشون و با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارن تو لیبی جای دیگه. حالا ترکا میگن ما قبول میکنیم، جبهه نصرت رو کمکش نمیکنیم. به جبهه نصرت هم گفته میشه اگه میخواین در این بازی باشین، بکل هر نوع ارتباطتون با القاعده باید قطع بشه، به کلی باید سیاست و شعارتون عوض بشه، معتدل بشید، غربگرا بشید، لیبرال بشید. غربگرا که میگن نه اینکه طرفدار آمریکا بشین، از نظر نگرش به جهان، از نظر جدایی از شعارهای افراطی و سیاستهای افراطی، خلاصه چپ چپول نباشید. در نتیجه وضعی که الان به وجود اومده که در فوریه آینده در مذاکرات مفصل آستانه با حضور نمایندگان اپوزیسیون که همکنون چهره های سرشناسش مشخصن کیا خواهند بود، این مذاکرات در فوریه آغاز خواهد شد. ترکا میگن باید از عربستان سعودی دعوت کرد، حتی قطر. روسا میگن اگر اینجوری باشه جمهوری اسلامی هم باید بیاد. الان بحث بر سر اینه، اگر قراره که جمهوری اسلامی نباشه، اون دو هم نباید باشن. در مقابل امریکا هم نیست. اما آیا امریکای آقای ترامپ به گفتگو دعوت خواهد شد؟ یک نوعی حس ایجاد شده که سوریه داره به یک نقطه اساسی میرسه، منعطف به یک نقطه عطف داره میرسه، که این نقطه عطف میتواند به تجزیه سوریه برسه یا به وحدت و تشکیل یک دولت ائتلافی ملی. دقیقا دو راه داره. میزان تجاوب و همکاری و همدلی اپوزیسیون با ترکیه و روسیه تا چه حده؟ مصر نقش مهمی داره بازی میکنه. اپوزیسیون سوریه گفتن اگر مصر رو قبول دارن بیاد، البته بخشی از اپوزیسیون هم عصبانی هن که میگن مصری ها به نوعی از رژیم اسد حمایت میکنن، اما مصری ها بارها توضیح دادن هدف حمایت از اسد نیست، هدف ایستادگی در برابر اسلامی هاست. این رو مصری ها روش انگشت میگذارن. جمهوری اسلامی از زبان آقای ظریف از آتش بس استقبال کرده، خیلی خوب. آیا واقعا جمهوری اسلامی خوشحاله؟ شاید. شاید عقل به مغز بعضیا بازگشته که این جنگ سوریه اگر ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی برنده نخواهد بود. حالا فعلا که دست بالا دارن چانه زنی کنن، آمریکا هم که تو صحنه نیست، با روسا و ترکا بشنن گفتگو کنن، شاید به این نتیجه برسن. بعد درست همین امروز دولت سعودی میاد اطلاعیه میده بیرون، این بسیار مهمه. وزارت حج عربستان سعودی اطلاعیه میده بیرون که جمهوری اسلامی اگر میخواد شهروندانش دوباره جلوشون رو نگیره و در عمره و حج تمتع شرکت کنن، از همکنون باید مذاکره رو آغاز کنه. تا دیروز اصلا آمادگی مذاکره نداشتن، الان از مذاکره استقبال میکنن. اوباما داره میره بیرون از صحنه، آدمی که جمهوری اسلامی رو به قول اینا پر رو میکرد، حالا او در صحنه نیست. جمهوری اسلامی در برابر کسی قرار داره، آقای ترامپ، که 7 ژنرال ضد جمهوری اسلامی در کنارشن. حالا شاید نرمششون بدن، شاید بیان بشینن سر عقل صحبت کنن. اینه که در فضای حداقل خاورمیانه علیرغم همه بدبینی ها این امید وجود داره که ما گام به گام در این 3-4 ماه آینده به سوی یک آرامش منطقه‌ای بریم. در عراق دولت عراق سرانجام غلبه کنه بر داعش.
هشت و شعبی رو بیرون نگه دارن، نگذارن ورودش باعث بشه یه قده سرطانی دیگه سروا کنه، یه قده چرکین. و همینطور در یمن نیروهای دولت قانونی به سرعت دارن در یمن پیش میرن. تعز محاصره بود، در سه نقطه محاصره رو شکستن. شبوه همینطور، معرب همینطور، در خود صنعا، روستاهای اطراف صنعا همه تسخیر شده. حوثی‌ها یه شکست سختی در جازان در مرز با سعودی متحمل شدن، تعداد زیادی تلفات دادن. سلطان نشین عمان به ائتلاف پیوست، براتون قبلا گفتم خیلی مهم بود پیوستن اونا به ائتلاف، بسیار با اهمیت بود. چرا؟ چون عمان تنها راهی بود که جمهوری اسلامی الان میتونست به حوثی‌ها اسلحه و کمک برسونه. کشتی‌های ایرانی مال سپاه میمدن در سلاله، در آبهای سلاله اسلحه‌شون و بارشون رو خالی میکردن توی کشتی‌های ماهیگیری و اونا میبردن به یمن. از راه زمینی از شمال سلاله به مرز یمن راه زیادی نبود. کامیون هایی که در اجاره جمهوری اسلامی بود اسلحه ها رو می برد. رفت و آمد حوثی ها و عوامل علی عبدالله صالح از طریق سلطان نشین عمان به ایران در آمد و شد بودند. حالا عمان پادشاه نماینده میفرسته به ریاض که آقا ما هم هستیم. فشار انقدر زیاده، سلطان مریض در حال مردن، انواع اقسام مرضا رو داره، نگران و وحشت زده فردا خاندانش، بچه نداره، پسر نداره، یکی از پسرموهاش باید شاه بشه، سلطان بشه. و این نگرانی ها باعث میشه تو این شرایط به سرعت بره پیش برادر بزرگتر، آقا ما اشتباه کردیم، هستیم باهاتون، اجازه بدین که ما هم در جنگ علیه حوثی ها و علی عبدالله صالح شرکت کنیم. میخوام این نشانه ها رو براتون بگم. در لبنان دولت سعد حریری رأی اعتماد کامل میگیره. برنامه‌ای که دولت ارائه میده برنامه تفاهمه. حتی در مورد حزب الله، حزب کتائب وقتی یقه میگیره که آقا اسلحه حزب الله چه شد، سعد با هوشمندی پاسخ میده در چارچوب سیاست استراتژی دفاعی اون موضوع رو مورد بحث قرار خواهیم داد. موکولش میکنه به بعد تو پارلمان مسئله نشه. و یه درگیری هم که اونجا میشه بین دو تا از اعضای جنبش 14 مارس هست. نماینده عکار بحث بود چون والا قرار بوده وزیر بشه، نشد، اسلامی، آدم خیلی جالبی هم هست. تو این گیرودار، یعنی شما نگاه میکنید در لبنان رئیس جمهوری بعد از دو سال و نیم تعیین میشه، نخست وزیر، دولت، کابینه مشغول به کار میشه و مرزها امن میشه. دولت اعلام میکنه فقط ارتش مسئولیت امنیت و ضمانت امنیت رو بر عهده داره، یعنی حزب الله نه. حزب الله تبدیل به این نیروی خارجی میشه که تو سوریه داره میجنگه. همه اینا رو کنار هم بگذاریم و نقشی که مصر میتونه بازی کنه، نقشی که اردن میتونه بازی کنه، آقای جبوری رئیس پارلمان عراق در پاسخ سوالی در یک مصاحبه‌ای که با خانم نجوا داشت در الحدث، او گفت زیاد میری اردن و میای. بله باید هم بریم. اولا جلالت الملک اعلیحضرت پادشاه عبدالله ثانی دوم بسیار مرد خردمندی است و بسیار وارد و همه قبولش دارن. واقعا جالبه تو عراق هم آقای حکیم پشت سر ملک عبدالله نماز میخونه، هم مقتدی الصدر، هم اقطاب سنی ها، هم کردها، همه دوستش دارن. اینجوری آدم احترام جلب میکنه. کشوری که نه نفت داره نه ثروت داره، اما شما میری تو اردن دموکراسی رو حس میکنی، روزنامه آزادن، مردم آزادن، شمشیر بالا سرت نیست. وضعی که تو سوریه آدم حس میکنه اونجا نیست، خیلی آرامش دارن مردم،
دانشگاه خیلی محیط جالب و جذاب و پر از بحث و گفتگوست. بیروت دهه 60 و 70 رو به یاد آدم میاره. الان نه، الان بیروت متاسفانه بسیاری از دانشگاه‌ها زیر سلطه حزب و شیطانه که حتی صدای فیروز نازنین رو مصادره میکنه. به هر حال در اونطورم که براتون گفتم، در حکومت مصر موافقت کرد که دو جزیره تیران و سنافیر رو، این دو جزیره رو ابن سعود، نخستین پادشاه سعودی بعد از جنگ اول عرب و اسرائیل، نگران بود اینو اسرائیلیا بیان بگیرن چون در دهانه همون خلیج عقبه، اینو واگذار کرد به فاروق، گفت شما مراقب اینجا باشید برای ما. در جریان سفر ملک عبدالله به مصر، دولت مصر مطابق توافقنامه‌ای که داشتن از قبل و بندی که در قانون اساسیشون بود، جزایر رو به سعودی برگردوندن. اخوان المسلمین و دار و دستای چپ خواستن سوء استفاده کنن، وطن رفت، وطن رو فروختیم. بابا این قانون اساسی مطابق قانون. چند روز قبل این مشروعیت پیدا کرد و به پارلمان فرستاده شد که در پارلمان هم مورد تایید قرار خواهد گرفت و به سازمان‌های بین‌المللی هم فرستادن. تفاوت این با منطقه‌ای از جنوب لبنان که در اشغال اسرائیل اینه. اسرائیلی میگن ما اینو از سوریه گرفتیم. روستای قجر هست و این منطقه شبعا میگه ما از سوریه گرفتیم. اگه سوریه سند رسمی بده که این مال لبنانه، ما اینو پس میدیم. ولی سوریه نمیده. بعد حزب الله مدعی است داریم با اسرائیل میجنگیم که زمینامون رو آزاد کنیم. اسرائیل که میگه من آزاد میکنم. سوریه اعلام بکنه ما اینو از سوریه گرفتیم، مطابق قانون بین‌الملل باید به سوریه بدیم. شما بگید ما آزادش میکنیم. بریم ترانه گوش بدیم. ترانه این خیلی ویژگی خاص داره. اولا کامکارهان گفت نیاز به معرفی ندارم. سلام بیژن جان، هوشنگ عزیزم، پشنگ کامکار، قشنگ، همه شما نازنینان و درود به روان اون پدر بزرگوارتون. شعر این سرود زمین رو لنگستون هیوز گفته و ترجمه شو احمد جان شاملو کرد. بریم با هم گوش بدیم. Thank you.
بهار است این که می سرایم. با درود دوباره خدمت همه شما، مسلم میدونم شما هم وقتی با کامکارها سر و کار داشته باشید مثل من سرشار میشید.
ما در امریکا بیش از جاهای دیگه جوانهایی داریم که اینا در هر عرصه‌ای وارد شدن قطب شدن. حالا این جوانها رفته توی کار مد، شده زنده‌یاد بیژن امیر، رفته تو کار فضا شده دکتر نادری، رفته تو هر طرف که نگاه میکنی در عرصه طبابت میری میبینی واقعا چه کردن. یه جوانی هم بود سالها پیش، من میگاش میکردم گاهی توی تلویزیونا، میومد راجب آیتی حرف میزد، راجب برنامه کامپیوتری صحبت میکرد، مسائلی رو میگفت، برای جوانا شرح میداد، اونایی که این طرف آب بودن در خانه پدری براشون میگفت که چه پیشرفتای بزرگی در عرصه آیتی و کامپیوتر و برنامه نویسی و خود دستگاه کامپیوتر ایجاد شده. خب اینو ما نگاه میکردیم، بعد دیدیم که این جوان در مایکروسافت امریکا جزو مهندسان سرشناس، جزء برنامه سازانه، بعد اولین تلویزیون ماهواره رم، ماهواره بدون دیش رو از سال 2004 راه انداخت و 17 ساله یک کمپانی داره که آی پی تی وی اسمش است. و این انسان از جوانایی است که آدم بهشون میباله، از جوانایی که دوستشون داره، خوشحاله که یه همچین جوانایی رو داره در کشوری مثل ینگ دنیا اینقدر تونستن اعتبار برای خودشون کسب بکنه. اسمش از خسرو مترجمی، الانم روی خط تلفن منه. خیلی زود بود و سخت بود بیارمش روی، هنوز در منزلش بود، بخواد بیاد سر کار و بعد با هم بتونیم از طریق اسکایپ صحبت. حالا این جلسه اول رو به همین حد میگذاریم، بعد براتون خبرهای خوب دارم. سلام آقای مترجمی عزیزم. سلام از من آقای دکتر نوری‌زاده و سلام میکنم به بینندگان تلویزیون ایران فردا. با ایران فردا آشنا هستی خسرو جان؟ بله بله، سالها هستش که برنامه‌تون رو نگاه میکنم. خب بسیار عالی. اولا برام بگو کی اومدی امریکا؟ تقریبا 40 و چند سال پیش بود اومدم امریکا. من خیلی بچه بودم. خیلی جوونی ماشاءالله. من یکی از دلایلی که امریکا اومدم به خاطر این بود که دایی من جیمی مترجمی سالهای سال در امریکا زندگی میکرد. جیمی مترجمی خیلی میشناسن، اولین تلویزیون و رادیوی ایرانی رو در خارج از ایران تأسیس کرد. از همون دهه 50 40 و 50 بود و تلویزیون ایرانی رو به خونه مردم آورد از طریق کیبل و از طریق آنتنای UHF و VHF در دهه 50 بود و رادیوی ایرانی رو آورد و من همون کار دایی خودم رو ادامه دادم. البته جیمی مترجمی رو خیلی هم میشناسن به عنوان یکی از قهرمانان بوکس ایران. بله. و این که جیمی مترجمی مترجم دکتر مصدق بود زمانی که نفت و ملی کردن، ایشون اونجا بودن و اون تنظیم‌نامه رو ایشون ترجمه کردن و گذاشتن روی میز که به امضا برسه. خسرو جان اصلا فامیل بره. مترجمی رو به این دلیل اختیار کردین که کار پدر بزرگان، پدر بزرگ و اینا مترجمی بوده که این کلن اسم فامیلشون فدایی بوده. آها. و چون موقعی که در موقع در دربار بودن و کارهای ترجمه رو انجام میدادن و به 6-7 زبون مختلف صحبت میکردن، وقتی صدا میکردن میگفتن اون آقای مثلا جیمی مترجمه هست، همین مترجمه شد مترجمی. بله بله. و اینا بلااجبار مجبور شدن که این اسم خانوادگی رو عوض کنن به مترجمی، چون به مترجمی شناخته شده بودن. برای همین بود که چون کلن اون سالها مترجم خیلی کم بود، با چند زبان مختلف صحبت کنن، فرانسه بود، عربی بود و انگلیسی بود و زبانهای دیگه، و چون آشنایی داشتن این و اون یکی یه دایی دیگه هم داشتم که هر جفتشون الان در قید حیات نیستن، ولی یدی مترجمی
اولین کسی بود که استاک رو به ایران آورد و رئیس انرژی اتمی ایران از سال 1974 بود که اون یلو کیک‌ها رو از آفریقا آوردن ایران و بنیانگذار انرژی اتمی در ایران بودن ایشون و ایشون هم مترجم بودن و کمپانی سیمنس رو به ایران آوردن در اون زمان و کار بسیار زیادی انجام دادن. من خیلی افتخار میکنم از اینکه دو تا از دایای خوب من واقعا هدفشون این بود که همیشه ایران و ایرانی رو سربلند نگه دارن. خب حالا خواهرزادهشون این کار رو میکنه، ما هم افتخار میکنیم بهشون. آی مترجمی عزیزم، چی شد رفتی تو کار کامپیوتر؟ به هر حال جوونی بودی تو امریکا، از کودکی بزرگ شدی، موقع انتخاب رشته چی شد کامپیوتر انتخاب کردی؟ علاقه داشتی خیلی یا توصیه خانواده؟ همه چی نه، همه چی با یک دستگاه تایپ اولمپیاد در ایران شروع شد که من برادرام یه دستگاه تایپ اولمپیاد داشتن که موقع خب مکانیکال بود، مثلا کامپیوتری نبود که بعد فشار میوادی روی اون دکمه. و من خیلی دوست داشتم این تایپ کردن رو و بعدن در سن 7 سالگی رفتم یک مؤسسه بود در خیابون فردوسی و اونجا رفتم و کلاس تایپ فارسی برداشتم و بعد از 1 سال گواهینامه تایپ فارسی خودم رو گرفتم و بعدها که اومدم امریکا در های سکول که یادم هست تازه کامدور 64 اومده بود بیرون و با اون پروگرام نوشتم برای های سکول، تامپایس های سکول در میل ولی بود در کالیفرنیا، نه یک تقریبا 20 دقیقه با سان فرانسیسکو فاصله داره. اونجا من یک پروگرامی نوشتم برای های سکولمون که همین کاری که زوکربرگ برای فیسبوک انجام داد در مدرسهشون، من کارو سالهای سال پیش انجام دادم. روی یک برنامه نوشتم که تمام اسم معلمین و اسم افرادی که اونجا هستن رو در یک سیستمی پروگرام کردم. اون موقع من یادم هست 14-15 سالم بیشتر نبود و به خاطر همین به کامپیوتر رو بردم و خوش آمد از کامپیوتر. و بعدها موقع خب خیلی بالا خیلی فرق میکرد، کلاس کامپیوتری وجود نداشت و چیزی به نام این که شما برید توی کالج کلاس کامپیوتر برده در حد نه. الان نبود و شما بیشتر از خودتون یاد میگرفتید چی کار باید انجام بدید و چی باید بخونید. خیلی سخت بود در اوایل چون یه سیستم ناشناخته بود، ولی من چون با کامپیوتر کار کردم بعدم برفتم با پروگرام های مختلف رو مثل داس و سی رو یاد گرفتم، شروع کردم به برنامه نوشتن. یعنی برنامه ریزی رو از 14-15 سالگی شروع کردم. خب بعد در این حال که درس میخوندی، تا اونجا که من یادمه، شروع کردی یه برنامه هایی درست کردن و تا اینکه اومدی 17 سال پیش آی پی تی وی رو پایه گذاشتی. بله خب میدونی که جالب بود چون کامپیوتر و برادکستینگ دو رشته مختلف هستش، یعنی که در مورد سیستم های تلویزیونی و سیستم کامپیوتر دو رشته مختلف هست که بعدها این به نام مولتی میدیا معرفی شد در دنیای کامپیوتر. من در همون زمان که کامپیوتر رو کار پروگرامینگ رو انجام میدادم در دهه 80 بود که اولین بار من سال 1981-82 بود که یه شب اونجا خونه دایی بودم، آقای شرقی زود آقای ستاره دلدار بودن اومده بودن و دوستای خیلی خوبی بودن چون جیمی مترجمی کسی بود که اون سالها زمانی که گروگانگیری شده بود در ایران به هیچ ایرانی اینجا خط تلویزیون نمیدادن، میترسن که یک حرفی بدی بزنه. بله. برای همین ایشون اومدن و اسپانسر شدن که تعهد دارن که این برنامه رو به این دو جوان که در اون زمان دو جوانی بودن که اومدن و میخواستن کارهای تلویزیونی انجام بدن در سن حوزه، ایشون KTSF و KSTS سن حوزه رو براشون گرفت و تونستن برنامه خودشون رو در اون زمان شروع بکنند و من هم به خاطر همین وارد کارهای تلویزیون شدم. البته من زمانی که ایران بودم خیلی دوست داشتم که فیلم برداری بکنم. قبل از که از ایران خارج شدم فکر کنم نزدیک به
50 یا 60 رول سوپر 8 میلیمتری فیلم برداری کردم از خانواده، از بقیه، خودم میشستم ادیت میکردم روی آپارات و موقع تقریبا اونم 8 9 سالم بیشتر نبود. و بعدا اومدیم امریکا و اومدیم این وارد عرصه دنیای شگفت انگیز کامپیوتر و تلویزیون شدم و دیگه از همینجا این دو رشته رو با هم قاطی کردم که شد مولتی میدیا انجینیرینگ، که رفتم دنبال درس و تحصیلات خودم رو در رشته برادکستینگ و مولتی میدیا انجینیرینگ و کامپیوتر ساینس تموم کردم. یه چیز جالب من براتون بگم، ما کسانی که برنامه ما رو زنده همزمان با پخش همون آن دارن میبینن روی موبایلشون، روی کامپیوترشون، از طریق کنکشن‌های مختلف، از این غافل نباید باشن که این آقای خسرو مترجمی در نهایت محبت و مهر امکاناتی به ما داده، بالاترین باند رو در اختیار ما گذاشته و برنامه‌های ما زنده داره از طریق او پخش میشه. شما الان برنامه پنجره رو خانه پدری همین الان که داره پخش میشه و شما زنده روی تلفن موبایلتون میبینید، روی کامپیوترتون، قبلا ما روی گوگل، ولی الان با آقای مترجمی با اون محبتی که به ما کرده این باند بزرگ رو در اختیار ما گذاشته. و اینو بدونید او امکاناتش انقدر وسیعه که این بخشش رو در اختیار ما گذاشته، ولی بخشهای وسیعی داره که حالا راجبش با صحبت میکنه. شما یه کاری را انداختین که به نظر من کار قابل تأملی بود، این روکو تیوی باکس بود. داستان این چی بود؟ از کی دنبال این کار رفتین؟ خیلی جالبه، چون من کلن آی پی تیوی رو برای چی شروع کردم. من تقریبا سال 2000 بود، 1999 بود، که مادر من به من گفتش که یک درختی جلوی خونمون، آپارتمونمون در اومده اونجا که زندگی میکردن ایشون، و گفتن که من دیگه دیشم کار نمیکنه و من هر وقت که برگا سبز میشه و درخت برگاش سبز میشه، من دیشم درست کار نمیکنه و همه تصاویر به هم میخوره. و خب چون تنها زندگی میکنن من خیلی خب عذاب میکشیدم، گفتم خب براش خیلی سخته، چون وقتی تلویزیون کار نمیکرد یک مادر که تنها توی خونه زندگی میکنه دیگه کار دیگه نداره انجام بده. و من یادم هستش که در سال 1996 آقای ستارالدوله از من خواستن که برنامه های آپادانا رو برای اولین بار یک تلویزیون ایرانی رو روی سایت خودشون به صورت زنده پخش بکنم. و چون من کارم توی مایکروسافت مولتی میدیا انجینیرینگ بود و پروگرام کردن سیستم های برادکستینگ، و البته خب ما رشته خیلی مختلف رو طی کردیم، از پروگرامینگ، از هاردور، از سافت، از نتورکینگ و خیلی چیز دیگه، ولی رشته اصلیم در مولتی میدیا انجینیرینگ بود که بخشی از کار تلویزیون و کار کامپیوتر با هم میکس بودن. من گفتم خب بیا یه کاری بکنم که من مادرم بتونه از این سیستم تلویزیون استفاده کنه، که اومدم یک سیستمی دیزاین کردم. در اون موقع آی پی تی وی هم نبود، اون زمانی که من این کار انجام دادم هیچ آی پی تی وی هنوز معرفی نشده بود. اومدم یک سیستمی دیزاین کردم که از دیش خونه خودمون برنامه رو میگرفتم و میفرستم روی کامپیوتر مادرم که بتونه از راه دور حتی کانال های رسیور من رو در منزل خودم که با هم دیگه 50 مایل فاصله داشتیم بتونه عوض بکنه. و من به این فکر گفتم، گفتم خب اگه من همچی کاری میتونم انجام بدم، پس این پروگرام رو در اختیار این کار رو یه خوری وسیع‌ترش بکنم و این کار رو بزرگترش بکنم و بتونم بقیه پدر مادرها که از راه میکشن که در بیلدینگ، آپارتمان بیلدینگ زندگی میکنن و جای زندگی میکنن که دسترسی به دیش و رسیور ندارن، پس من بیام این کار رو شروع بکنم. که اومدم یک پروگرامی رو نوشتم با یک کمپرشن کودکی که خودم دیزاین کرده بودم و مقدار دستگاه از یک کمپانی سفارش دادم و گفتم که من پرفرنس های من روی سیستم اینا هستش، اون هاردویر رو به صورتی که من لازم دارم برای من بسازید، که ساختن و اولین تیوی باکس ها رو
به صورت تست در سال 2001 شروع کردم، ولی تا 2004 ریلیس نکردم. آها. چون داشتم دو سه سال روش تست میکردم، چون یک پرادکتی رو همین جوری شما توی بازار نمیذارید. و از اونجا تیوی باکس به دنیا آمد و اسمش هم تیوی باکس گذاشتم. گفتم خب خیلی راحته، یعنی یک جعبه برای تلویزیون و یه چیز خیلی راحتی هست که کسی که میخواد، یعنی در واقع کسی که میخواد این رو میگیره. بله بله، تمام این کانال رو در درون یه جعبه ریختید شما و اون میتونه از اینا استفاده کنه. بله، وقتی این کارو انجام دادم، خب البته اون موقع کانال های داخل امریکا بودن، یعنی ماهواره‌های ایرانی داخل امریکا بودن، چون دسترسی به شبکه‌های خارج از امریکا روی هاتبرد، می‌دونید که از امریکا ما نمی‌تونیم هاتبرد رو بگیریم و یا شبکه‌های دیگه رو. در اون زمان فقط با شبکه امریکا شروع کردیم، شبکه ایرانی که در امریکا هستن و با رادیوهای ایرانی، و بعداً به فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها رسید و بعداً تقاضا بیشتر شد. مردم می‌خواستن که حسین جان ببخشید. به مرور زمان بله. ببخشید ما چون به پایان برنامه رسیدیم، من ازت خواهش میکنم یک نوبت دیگه ما در پایان این هفته در خدمتت باشیم، راجع به بقیه مسائل، به خصوص راجع به فیلم و سریال ها من خیلی حرف دارم باهات. و خوشحالم که خسرو عزیز مهمان من بود در این قسمت. برای جوانای ما اینو دقت کنید، یه جوان وقتی که اراده میکنه در یک راهی موفق بشه، موفق میشه. خسرو دو رو مدل داشت، داییاش بودن، ولی در اون محیط یه احساسی که از مادرش گرفت، مادری که نیازمنده به این بود که ساعتهای تنهاییشو با تصویرها پر کنه، همون کشوندش به رای که امروز یه چهره بسیار موفق در عرصه کامیونیکیشن و ارتباطاته. هم باز در دو سه روز آینده با خسرو مترجمی صحبت خواهیم کرد. بسیار ازت ممنونم. ایران سربلند. خواهش میکنم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Könlümü incitmişsen tuvalet
مگن شیرین دیلر عشقی میردت میسن قلمارم بیرم بله کدیم که کدیم کدیم که کدیم از من دیوانه بگذر بگذر ای جانانه بگذر هرچه بودیم هرچه بودم بی خبر Let's jump in.